میگفتن خود طاووس که طاووس ابن کیسان میگن هر حال عبادت نداشتن میرفتن علی ابن حسین تماشا میکردن شروع کردن گریه کردن منم دارم خواست نماز بخونم. یعنی قلوب رو درگیر کرد دیگه. آخونده جلو خودشون نمیتونه بگیره، ولی مردم معمولا از آخونده فاسد بهترن دیگه. این منحرف کننده اصلا بیچارا منحرف شده توسط اونا، اینا پاکتر از اونن. اون اینجوری تحت تاثیر قرار میده، شما مردم چی میشدن؟ اون سودن تماشا میکردن، آوازش همه جا پیچید. زین العابدین نماز میخونه، اصلا این نماز کجا بوده تا حالا؟ اصلا چقدر گناه کرده مگه اینجوری زجه میزنه؟ چه تموم نمیشه؟ یه روز، دو روز، ده روز، چقدر زجه میزنه؟ چرا اشکش تموم نمیشه آخه؟ آقا چقدر شما تا حالا سجده کردید؟ چند هزار رکعت نماز خوندید؟ جانو میفته اون. یه جوری عبادت میکرد که دوست و دشمن نگران حالش میشدن. امام باقر سلام الله علیه فهمیدن نگران حال بابا میشدن. امام از کثرت عبادت و از شوقی که تو عبادت داشت. بعد خب وقتی کثرت عبادت میاد یه آفت چیه؟ چرتکه انداختنه. دهتاش اینقدر، هشتا رکتش چی؟ او چیه؟ او اینه یه کسی که گناهکارترین آدم عالمه و همین که خدا اجازه داده مقابلش وایسه حرف بزنه نمیدونه چجوری شکر کنه. نگاه کن صحیفه رو، خدا من تعجبم از طول احناته، چقدر صبر کرد و عذاب میکرد. همون میدیدم که او کاری نکرده، زندگیش مشخصه. این چه خدایی رو میپرسته که هرچی عبادت میکنه بازم بدهکاره؟ با اینکه کربلا اومده ما دو روز دو درهممون نیاز قهر میکنیم باش، این کی رو میپرسته؟ انگار خداش هم به ما فرق میکنه. شما نگاه کنیم، لو ادخلتن النار اعلن تو اهلها انی احبک، خدای من رو بندازی تو جهنم و قهر میکنی. خب تو حق داری بندازی، ولی اونجا فریاد بزنم دوست دارم. یه چیزی داریم برید امشب نگاه کن دعای پنجاه صحیفه است. آقا حسن هر کسی تو این عالم میخواد حرف عاشقانه با معبود بیاره، منم دعای پنجاه صحیفه رو میارم. این عجیبه، این خدایا اگر من رو به خاطر بدی هم عذاب کنی به سوزونی و سلطنت تو بر همه آشکار بشه، پرچمت بره بالا، اگه بدونم منو به سوزونی، منو عذاب کنی، منو تنبیهم کنی تو جهنمت، پرچمت میره بالا، عزتت زیاد میشه، سهل تو که صبر علیه، از تو میخوام به من صبر عطا کن که منو به سوزونی، من دوستان پرچم تو بره بالا. ولیکن سلطان و کلاهی و عظمان، خدای سلطنت تو عظیمتر از اینی که مثل من رو به سوزونی بالا بودی. الان میگه چی کار کردی اینجوری حرف میزنی؟ اینقدر بدهکاری، بدهکار هم هستی بعد از این همه عبادت؟ هرچی عبادت میکنی هیچ توقع نداره برخلاف اون جریان. خیلی این جذابه، تماشایی اصلا تو شرایطی که نمیداشتن کسی پشت سر امام نماز بخونه، نمیذارن کسی پشت سر امام نماز بخونه، این قلوب رو در مینوردید. از رد یک کسی داریم اسم سعید ابن مسیب، کسی که بهش میگن سید التابعین، اصحاب پیغمبر بعدش میشن تابعین، خیلی از این همون وهابی میمیرن برای تابعین. سید و تابعی، رئیس مراجع تقلید، گفت ما رأیت علی ابن الحسین قط الا و ما قط نفسی، به خدا هیچ وقت علی ابن حسین نگاه میکنه نه که خود فقط دوست داره. اگر اون بنده خداست تو چی هستی؟ اگر اون عالمی تو کی هستی؟ میفهمیدن حکومت نمیذاره کسی درس نداشت که امام سجا بداشت بشن، دوره قربت حضرته، کسی بعد کربلا جرأت نمیکنه بیاد پیش امام سجاد نماز بخونه پشت سرش. ولی دیگه حکومت نمیتونه بگه نماز میخونه نگاه نکنید، که خب خودش متهم میشه. ها اون چیکار داره میکنه؟ نمازش هم نبینیم،
چی داره بینیم؟ دوست مرگ برشا و مرگ بر امیه که نمیگه که یا نماز بخونه، چرا نگاه نکنیم؟ نمیتونه اینو بگه که میتونه بگیر بلند کنه کسی سراغش نره. صدها نفر اصلا آقا در بین ائمه ما این سوال چارگزینی محبوب ترین امام شیعه نزد اهل سنت اشاعره معتزله نواسب زمین الله علیه صلوات الله علیه از همه ائمه ما محبوب تره. تازه از کجا این وقتی میگیم سید الشهدا صلوات الله علیه در آغوش پیغمبر مردم رابطه رو پیغمبر میدونه ولی اون صدات رو پیغمبر ندیده که ظاهرا درست شیعه ها رو کار نمیشه باشید که الان از امام صادق یه چیزایی شنیدن. اون زمان مردم اون که پیغمبر ندیده که باید در رفتارش ببینن. عبادت امام سجاد علیه السلام تو اون شرایط فهمیدن عبادت و خدا و اینا به اون معنی که بنی امیه میگه نیم، عبادت تو بنی امیه هست که کاسبی یه چیزی هم توش در نمیاد، آخر سر همش فیلمه. این حالی داره این چیزی چون خسته نمیشه آخه طرف کسی هم که نباید حرف بزنه حضرت دائما عبادت میکنه. یه ویژگی بیاشو بگم بحث اینجا نگه دارم بعدا، یه ویژگی مهم زین العابدین صلوات الله علیه روح له الفدا که هیچ کدوم اونای دیگه نداشتن این بود که اونا از کنه باید جدایی زندگیشون رو برمی کردن. زین العابدین صلوات الله علیه مشغول عبادت بود، هر روز خونش نهار هم می دادن. من این قضا این نماز خوندن و دکان می کرده مثل اونا، اونا که نمازشون ترتیب مقابل قیاس با حضرت نبود، دکانش نیست اتفاقا هر روز خونش نهار هم می دن. پولا کسی نمی خواد، عرض کردم دیشب پریشب از جای آشنا خرید نمی کرد از رد که فکر کنن مثلا حالا با این شرایط حالا 10% تخفیف بخواد بگیره. اصلا مردم رو که نگاه میکنم فهمیدن اگر اسلام اینه که این داره ما این اسلام نداریم. این چه آتیشی تو دلشه که خاموش نمیشه، حالش عوض نمیشه. آقا 34 سال شوخی که نیه، چند روز مگه آدم میتونه فیلم بازی کنی؟ اش چرا من نمیدونم این حالش چرا تموم تغییر نمیکنی و دیگه کی هم که هر روز بهشون نهارم میدی آخه؟ برای چی نزاویدی به این فقرا که به شما محل نذاشتن؟ با کی معامله کردی که بدون توقع اینقدر به دیگران که دوستت ندارن میبخشی؟ میفهمیدن انگار این دینش به ما فرق میکنه. انگار این شما عرض میکنم در بین اهل بیت تنها امامی که به ما فرمودن شبیه به انگار میمونه مسجده. با این حال این عبادت حیرت انگیزش همین وجودش رو خرج کرده هم میگرد این معرفی کنه. خطبه شام انشالله یه وقتی طلبتون که بگیم چه کرد اونجا از انگیزم میگم گفت آقا همه توجه ها اومد سمت زندگی العابدین. همین یه ذره ای که من توصیف کردم شما هم تو شهر مدینه بودی بلند میشین ببینید کیه این تماشاییه. اون رو میگفتیم آقا خیلی شما عبادت میکنین. چیا؟ زهاد مشهور فرانسون امیر المومنی، امیر المومنی تا قبرش پنهان و لند میشه ها، فرانسون امیر المومنی ندیدید به ما واقع میفهمون صحیفه عبادات پدر امیر المومنی بیار که نوشتن چجوری عبادت میکرد. مردم دارم میبینون دیگه وان میکرد یه خورده که میخون میزنش که اون گفت من یک وانا عبادت امیر المومنی کی میتونه مثل امیر المومنی طالب بشه؟ نگاه کنیم ائمه ما هر وقت تو جامعه جایگاه پیدا میکردن اولین کارشون این بود که از امیر المومنین دفاع کنن. او کی میتونه امیر المومنین بشه؟ خادمشون که هیچ وقت تنها غذا نخورد. اگر کسی رو گیر نمی چون آدم این مغرب غذا میخورد دیشب تو روزه ارز کرد کسی رو گیر نمی آدم سب میکرد یکی پیدا بشه. نمی آدم نمیتونیم تنها غذا بخوریم،
جامعه ای که کندن و بردن زرنگیه، این یه تفکر دیگه است. این نمیتونه تنها غذا بخور، باید که سر سفره باشه. چون میدار اصلا زلزله انداخت تو اسلام اموی، به گند کشید بدون این که بخواد هر بدن وجودش نابود کرد. اونو اصلا رنگ باخت ادعاها. بری جمع کنید اون چه اسلامی شما دارید. اسلام اسلام علی ابن الحسینه که نمیتونه تنها غذا بخوره، بکنه از دیگران، اصلا نمیتونه سر سفره تنها غذا بخوره، باید حداقل یه نفر باشه تنها نمیتونه بخوره. حالا آقا زوری همه نهار رو میدادی باشه، حالا که نمیتونه تنها نمیتونه بخوره، اصلا برکت سفره تنها برکت نداره. شما اصلا نگاه کنید چجوری بیچاره کرد اونها رو، بیچاره شون کرد، چارشون کرد. مهربانی عجیب. یکی شده که من وارد روزه بشم. من این نکته رو که میگم اگه آقای الله اگر دقیق باشید میفهمید من میخواستم کجای روزه رو بگم، ولی من بیادبی میدونم اینجوری قیاس کنم. سلام علیکم. نمیگم آقا 20 سفر با شطورش رفت حج، یه بار این تصمیم که حکم راهنما داره رو نزد به گردن این شطور، دردش نمیاد که این شطور از دنیا رفت. آقا دفن شطور آسون نیست. فرمود که چاله بکنی به خادمو. چی؟ فرمود رسم وفا نیست. 20 سفر با هم حج رفتیم، اونو بخوام بدنش رو بزنیم بیرونه. هر سال برده و کنیز میخواد اگه زنده باشم، این خیلی بحث مفصلیه، اگه زنده میدم و رفت به بحثش فردا ادامه میدم. هر سال برده و کنیز میخرید، اولین مناسبت اینا رو تربیت میکرد، چیزا یاد میداد، پولی میداد که اینا دیگه نیاز به کسی نداشته باشن، آزادشون میکرد. بیشتر از یک سالش کسی نگران نداشت، یعنی به قربان میرسید یه عده آزاد میکرد، به فطر میرسید یه عده، همینطور قدیر میرسید یه عده. اونایی که بحث عرب عجب ما رو شنیدن دیشب پریشب این جمله رو میفهمن یعنی چی. چرا فکر کردید قم بر عاشق امیرالمومنین؟ طبیعت کار این بود که برده ها نسبت به صاحبشون کینه داشته باشن، نه؟ با این توضیحاتی که ما دادیم چرا قم بر عاشق امیرالمومنین بود؟ این نفتار این شکلی بود. آقا میخواست آزاد کنه، نگاه کنید تو وسائل، تو کتاب العتق وسائل هست، بعد سند میدادن طرف عین شناسونه، امروز معلوم میشه آزاده دیگه، برده نیست. حضرت نمیشته این سند برا آزادی برادر فلانیست، برادرم تو اون جامعه که عرض کردیم اینقدر طبقاتیش کرده بودن، این سند آزادی برادرم فلانیست. من بحث ادامه دارم، شاید فردا شب گفتم به جهت اهمیتش. رضا بعضی از اونایی که میخواست آزاد کنه گریه میکردن، اگه عقلش میرسید میفهمید نباید میدادن از اونجا، این پولی هم میداد کسی نیازمند نشه، اینجوری نبود که ول کنه اینا برن. بس وقت اون گذشت، اگه زنده بودم اون شب آتش بود فردا اینجور ادامه میدم. چند تا نکته مهم از سیری حضرت هست. یکی از این خادم ها میموند نگاه میکرد که دیشب عرض کردم آقا میشینه این زن فقط رو نگاه میکنه گریه میکنه، دلش سوخت. از اون گفت آقا چه این روز شما تموم میشه؟ چند سال گریه میکنه؟ از وقتی ما رو آوردی تو خونت هر روز داری گریه میکنه، چند سال؟ دوباره شما گرد گریه کردن. فرمود یعقوب اومده 10 پسر داشت، این نبوت هم داشت، یکی از این بچه ها رو گرفتن، میدونست کاریش نکردن، زنده است، اینقدر گریه کرد چشمش سفید شد. من خودم اینجا بودم، 18 تا از اهل ما رو خودم بودم، دیدم چه کردن.
اون 18 تایی که آقا از شما کشتن همین یه جور جگر شما رو سوزوند. این حال میگه که از کوفه پشدم رفتم حج، بعد رفتم مدینه زیارت زین العابدین، رفتم دیدن آقا، فهمون این حال از کوفه چه خبر؟ گفتم آقا مختار قیام کرده، قتله رو میخواد بکشه. میگه تا اینو گفتم این 18 تا همه یه جور زخم نزده بود به دل آقای ما. تا گفتم مختار قیام کرده، فهمون که هر منه چی شد؟ گفتم آقا من داشتم می اومدم این هنوز کشته نشده بود. یه آقا به سجده افتاد، اللهم اذق و حر الحدید و اذق و حر النار، خدا داد تیزی حرارت آهن و شمشیر و آتش رو به او بچشان. میگه وقتی برگشتم اومدم کوفه، دیدم مختار رو اصل نشسته، بدن میسر حرمله مقابلشش. گفتم خوش به حالت مختار، دعای زین العابدین به دست تو اجابت شد. میگم بالا افتاد رو سجده رو و صبح چیزی نخوردم، نیت روزی میکنم. من میخوام به شما عرض کنم که آقای ما زین العابدین سلام الله علیه خودش یکی دو بار در زندگیش نوشتن بچه شیخوارش تو حادثه افتاد تو تنور، افتاد تو چاه. نمیدونم برای شیرخوار بود که اینطور جگرش سوخت از هر مده، از اون حیرت دیسه به شعبا کش به مردم صحبت میکرد، یا قوم لم ترحمونی فرهم ما فرهفی. همین حرف آقا تمام نشده بود، این بچه ناگهان تکان خورد، خون به صورت حضرت پاشید.